سرخط خبرها. 4 نفر قربانی، 18 نفر مبتلا به ویروس کرونا در ایران. مسئولان پنهانکاری می‌کردند یا تجهیزات شناسایی ویروس را نداشتند. توافق صلح با آمریکا و آغاز مذاکرات بین الافغانی به شرط اینکه طالبان به قولش برای کاهش خشونت‌ها پایبند بماند. کاسه صبر گروه ویژه اقدام مالی لبریز شد. ایران دوباره به لیست سیاه FATF برگشت. و رأی‌گیری انتخابات مجلس در ایران، تصویر متفاوت رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی از حوزه‌های انتخابی. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. منابع رسمی در ایران مرگ 4 نفر را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جدید تایید کردند و اعلام کردند که با شناسایی 13 مورد جدید شمار مبتلایان به این بیماری به 18 نفر رسیده. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد از این 13 نفر 7 نفر در قم، 4 نفر در تهران، 2 نفر در گیلان به ویروس کرونا آلوده شدند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است. آقای نمکی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت در آمادگی کامل است گفت اگر در کشور کسی مبتلا به کرونا شود با شفافیت به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. ایران ظرف 72 ساعت از اظهاراتی از این دست تبدیل شد به دومین قربانگاه کرونا در جهان بعد از چین. بر اساس اطلاعاتی که مقام‌های وزارت بهداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، تعداد قربانیان کرونا در ایران به 4 نفر رسیده. آن هم در کشوری که تا 3 روز پیش دولت اصرار داشت که هیچ موردی از ابتلا به کرونا در کشور دیده نشده. واقعیت این است که ویروس کرونا به سرعت در جهان شیوع یافت و کشورهای بسیاری یکی پس از دیگری از موارد ابتلا به این ویروس که ابتدا در چین دیده شد، گزارش‌هایی منتشر کردند. اما در بیشتر این کشورها با وجود موارد ابتلا به کرونا کسی جان خود را از دست نداد. بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری‌های اتحادیه اروپا تا روز پنجشنبه تعداد قربانیان کرونا در چین به 2218 نفر رسیده. طبق تازه‌ترین آمار در هنگ کنگ 2 نفر و در تایوان، فیلیپین، ژاپن و فرانسه هر کدام 1 نفر در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اما در ایران که تا روز سه‌شنبه حتی 1 مورد ابتلا به این بیماری گزارش نشده بود، ناگهان تعداد قربانیان در روز پنجشنبه به 2 نفر و روز جمعه به 4 نفر رسید. برای اینم ماشینای قرنطینه و همین موضوع به موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی دامن زد. نگرانی از اینکه شاید دولت به دلیل اهداف سیاسی در امر اطلاع رسانی درباره شیوع کرونا لاپوشانی کرده باشد. ویدیوهایی از این دست نتیجه همین بی‌اعتمادی است. بیمارستان فرقانی در حال ترخیص و تخلیه بیمارستان هستند و این بیمارستان برای قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد. صحت اطلاعات درون این ویدیوها قابل تایید نیست، اما در این حال همین ویدیوها خود منبع برخی شهروندان برای دستیابی به اطلاعاتی درباره میزان شیوع کرونا، آمادگی کشور در مقابله با آن و عمق بحران هستند. و پادزهر این وضعیت ابتکاراتی از این دست است. انتشار ویدیوهایی از شستشو یا آنطور که گفته شده ضد عفونی کردن اتوبوس‌های عمومی در تهران. از آغاز شیوع ویروس جدید کرونا نزدیک به 1 ماه گذشته و هنوز نمیتوان گفت چه وقت این بیماری تحت کنترل در خواهد آمد. کیوان حسینی، BBC. پویا قربانی همکارم اینجا در استودیو ماست. پویا، چقدر تأثیر گذاشته این موضوع در فضای عمومی، انتشار این اخبار رقم ابتلای افراد به کرونا؟ ناجیه، ببین، در شبکه‌های اجتماعی وقتی خبر وجود کرونا در ایران همزمان با انتشار خبر مرگ 2 تن از مبتلایان به اون اعلام شد، این موجی از واکنش برانگیخت، چون در کشورهای دیگه ما در ابتدا روند خبررسانی به شکلی بود که
آمار مبتلایان رو اعلام میکردن، بعد اعلام میکردن که خب چه راهکارهایی برای در حقیقت جلوگیری از انتشار اون به کار میبندن، و بعد مثلا در اونجوری که خود سازمان بهداشت جهانی میگه، میگه نگرانی از مثلا شیوع در چین نیست، نگرانی بیشتر سازمان بهداشت جهانی بیشتر نگران شیوع ویروس در کشورهایی که به قول اون توانایی مدیریتی اداره بحران رو ندارن. این چیزی که همونطور که در گزارش کیوان هم دیدیم بسیاری رو نگران کرده، از اون جهت که شیوع این ویروس و افزایش قربانیان اون در ایران در حالی صورت گرفت که ایران حکومتش دو رویداد چه از نظر تاریخی چه از نظر حیثیتی براش مهم رو پشت سر گذاشت، یکی راهپیمایی 22 بهمن و دیگری انتخابات، برگزاری انتخابات. خود همین، اینو در کنار این بذاریم که ما حدود دو هفته قبل در جست گریخته در شبکه‌های اجتماعی می‌شنیدیم که کرونا در قم ممکنه وجود داشته باشه، اما در حقیقت این شایعه‌ای بود که تکذیب شد و بعد در نهایت بعد از دو هفته تأخیر تایید شد. این سعی مقامات جمهوری اسلامی در پنهانکاری چیزیه که بسیاری رو نگران کرده، ولی خب این بازتابی از اون چه هستش که در کف خیابون میگذره، از این یک رابطه مستقیم ایجاد میکنه. مردم نگران هجوم میبرن برای تهیه ماسک و محلولهای شستشو، از اون طرف یا ماسکا تعدادش کمه، ما داشتیم در خبرها که کمک‌های در قالب کمک‌های انسان دوستانه برای چین فرستاده شده، و از اون طرف مثلا بعضی از سودجویان هم هستن که به چند برابر قیمت دارن ماسک و محلول شستشو رو میفروشن. از طرف دیگه مثلا من توییت حسین نورانی نژاد رو در مورد درگذشت که از اقوامش خوندم که حالا بعد از اینکه جزئیات رو ذکر کرده بود گفته بود که اگر رعایت پروتکل های قرنطینه به این شکلی که ما دیدیم که این خیلی سهلگیرانه است، و به نوعی انتقاد کرده بود که چطور خانواده یک فرد کشته شده رو، فردی که فوت کرده رو به یک شکلی رها کردن و کسی نیستش که به اینا قدم‌هایی که لازمه بردارن رو اعلام کنه و یه جوری به امان خودشون رها شدن. این نگرانیه که من دیدم چند تا دیگه از کاربرا در توییتر هم بهش اشاره کرده بودن که مگه ما بچه سرایی هستیم، چطور مثلا برای چین شما کمک انسان دوستانه فرستادید، برای اینکه شهروندای چین رو از اقصی نقاط جهان جمع کنید و برگردونید به کشورشون، هواپیمای چارتر گذاشتید، اما وقتی نوبت به مردم کشور میرسه با یک نوع بیعملی و سوء مدیریت مواجهیم. هر چند که برگردیم به صحبت اولی، اون سوالی که کردی، این که مردم بنابر در حقیقت پنهانکاری و روش جمهوری اسلامی برای مقابله با یک بحران، همونطور که مثلا در پنهانکاری کشته شده های آبان دیدیم و همینطور در برخورد حکومت ایران با موضوع هواپیمای مسافربری، اعتمادی که از دست رفته به رسانه های رسمی، اون وقت یکی از آسیب هاش اینه که در شبکه های اجتماعی مردمی که تشنه به دست آوردن آخرین خبرها هستن با انواع اقسام اخبار مواجهن که تشخیص این که کدوم جعلیه و کدوم حقیقی براشون مشکل. متشکرم ازت پویا قربان اینجا در استودیو. محمد کاظم عطاری پزشک عمومی محقق از واشنگتن با ماست. آقای دکتر، این خبرها خیلی ها رو در ایران به شدت نگران کرده، الان مردم چه کار باید بکنن بیش از همه؟ واقعیت این است که خب همین جو بی‌اعتمادی منجر به این میشه که مردم سردرگم بشن در اینکه واقعا چه اتفاقی داره میفته. کاری که میتونن بکنن، بیشترین توصیه، بهترین توصیه این هست که در خونه ها بمونن، تمام گرد همایی هاشون رو کنسل بکنن و در واقع تماس هاشون رو با هر چیزی کاهش بدن. برای خرید خونه حتی یک بار در روز یک نفر خارج بشه و بقیه در خونه بمونن، از وسایل جمعی استفاده نکنن، از در واقع وسایلی که برای حمل و نقل عمومی هست، اگر هم مجبور به استفاده میشن حتما از کنترل های شخصی و محافظت های شخصی استفاده بکنن، دستاشون رو مرتب بشورن. کارهایی هست که اینها میتونن بکنن، اما مهمترین مسئله در جلوگیری از انتشار این اقداماتی هست که دولت باید انجام بده، دولتی که سردرگم هست و واقعا هیچ پلنی برای این نداره و بیماری رو به امان خودش را
رها کرده. وزیر بهداشت میگه ویروس منشأ داخلی داره که اصلا این حرف غیر علمی و غیر قابل باور هست. منشأ این بیماری و چگونگی ورودش مشخص نشده که ما بتونیم جلوش رو بگیریم و از طرفی اینقدر این بیماری گسترش پیدا کرده که نمونه های اون در کشورهای دیگه داره تشخیص داده میشه. بیماری که از تاکسی، وسیله نقلیه عمومی، هواپیما، سالن ترانزیت، همه اینها رد شده و همه افراد کنارش رو ممکنه آلوده کرده باشه، بعد در کشور دیگه مثل کانادا یا لبنان تشخیص داده میشه. این نشون دهنده این هست که واقعا هیچ اقدام عملی اساسی از جانب دولت انجام نشده و کارهای روبنایی مثل سمپاشی با یه پمپ دستی برای اتوبوس‌ها، اینا یه اقدامات زیربنایی و فقط تبلیغاتی هست. الان فکر میکنید که مردم در کدوم، یعنی این توصیه‌ای که شما کردید به مردم و شهروندان در ایران این بود که تا جایی که میتونن از حضور در اماکن عمومی پرهیز بکنن، این آیا عمومیت پیدا میکنه به همه شهرها در ایران؟ برای اینکه خب ما الان رقم افراد آلوده رو در قم، تهران و گیلان داریم. آمارهای رسمی که توسط وزارت بهداشت به مسئولین خارجی از جمله وزیر بهداشت ترکیه داده شده حکایت از حدود 800 نفر مبتلا هست و چون ما نمیدونیم واقعا اینها در کدوم شهرها پخش هستن و از طرفی اصلا امکانات تشخیصی حتی در مراکز استان وجود نداره، کیت‌های تشخیصی فقط در تهران و برخی از شهرهای بزرگ هستش، در نتیجه بیمارانی که با علائم کرونا در بیمارستان‌های دیگه بستری شدن اصلا امکان این که ما بتونیم تایید بکنیم یا رد بکنیم نیستش. به همین دلیل مردم واقعا در تمام نقاط ایران باید کنترل‌ها رو انجام بدن. در شمال کشور، در گیلان، مازندران، در غرب کشور، در جنوب کشور، در مرکز، قم، تهران، همه اینها شهرهایی هست که افراد آلوده وجود دارن و اصلا چون منشأ این آلودگی مشخص نیست و مشخص نیست که از کجا این آلودگی پخش شده، در نتیجه ما نمیتونیم هیچ محدودیتی بذاریم که بگیم این شهر آلوده نیست و این شهر مبتلا نداره. و همین دلیل این کنترل ها باید در تمام شهرهای ایران انجام بشه و واقعا مسئولین باید به خودشون بیان، از گروه های علمی تخصصی بهره ببرن و یک مقدار علمی تر و محکم تر با این بیماری برخورد بکنن. چقدر نگرانی وجود داره که این به یک بحران جدی تبدیل بشه با توجه به اینکه الان ایران رتبه دوم رو داره از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا؟ این بحران الان در حال شکل‌گیری هست دیگه، از مرحله احتمال گذشته. وقتی که ما 4 نفر رو در صبح تشخیص میدیم و بعد از ظهر فوت میکنن، این نشون دهنده این هست که بیماری به امان خودش راه شده و فاجعه در حال شکل‌گیری هست، مگر اینکه واقعا یک اقدام عملی خیلی جدی صورت بگیره. ضمن اینکه شکل بیماری در ایران به شکل خیلی پیشرونده تر و در واقع با عوارض بیشتری به نسبت کشور اولیه چین داره بروز میکنه، بیماران خیلی سریع به سمت عوارض بسیار وخیم پیش میرن و با توجه به کمبود امکانات، نبودن امکانات کافی برای دستگاه های تنفس مصنوعی به تعداد بیماران در صورتی که دچار عوارض بشن و مسائل دیگه، اینها باعث میشه که ما همش نگران این موضوع باشیم و در واقع اگر اقدام عملی نشه فاجعه همین روزها در حال شکل گرفتن هست. محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی و محقق از واشنگتن با ما. آمریکا و طالبان اعلام کردند توافقنامه صلح با طالبان را شنبه آینده 29 فوریه امضا خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته مذاکرات بین طرف‌های افغان بعد از امضای این سند شروع می‌شود. در اعلامیه طالبان آمده دو طرف حالا برای مراسم امضای این سند و دعوت نمایندگان کشورها و سازمان‌ها آماده می‌شوند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرده که دوره 7 روزه کاهش خشونت از ساعت 12 امشب شروع می‌شود. کاهش خشونت یکی از شرایط امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان بوده. شجاع حسین محسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل، با ما هستن. آقای محسنی، اینکه طالبان این دوره رو آغاز میکنه از شنبه به چه معناست و اینکه آیا میشه این رو قدم مهمی در زمینه صلح ارزیابی کرد؟ طالبان تصورشان در ابتدایی بود که با افزایش خشونت میتونن امتیاز بیشتر بگیرن. اتفاقی که در کابل در منطقه سبز امنیتی چند ماه پیش افتاد و آقای ترامپ ادامه مذاکرات را معلق کرد، به طالبانی پیام را رساند که نمیشه از طریق افزایش خشونت وارد این مباحث شد. طالبان با توجه به اینکه تیم سیاسی خود را برای مذاکرات تهیه کردن و آماده کردن و دورهای متعدد را با آمریکایی‌ها نشستن، فعلا آماده
امضای توافقنامه با حکومت امریکا هستند. البته دچار یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به امریکایی‌ها در این اواخر شدند که او بی‌اعتمادی در ادامه روند ممکن است تاثیرگذار باشه، اما روی اصل امضای توافقنامه تاثیر چندان نخواهد داشت. چه تضمینی وجود داره که هر دو طرف در این دوره دست به خشونت و درگیری نزنند و در نهایت این توافق منجر به صلح بشه؟ تضمین اصلی است که طالبان می‌خواهند با پیاده کردن کاهش خشونت تسلط خود را بر افراد خود نشان بدن. از این منظر از نظر طالبان کاهش خشونت هم آتش بس بوده در حقیقت که حکومت افغانستان می‌خواست. اما نیروهای ایدئولوژیکی که در درون طالبان هستند یا نیروهایی که احتمالاً مخالف روند صلح هستند، طالبان را به این احتیاط واداشت که عنوان آتش بس را به کاهش خشونت تغییر بدن و از این طریق بیاین و یک ضریب از خطا را در نظر بگیرن که اگر احیاناً خشونتی اتفاق میفته بنویسن پای مسئله کاهش خشونت و نه آتش بس. گذشته از اونا طالبا حکومت افغانستان در یک وضعیت ضعیف میبینن با توجه به اینکه مسئله انتخابات و مسئله صلح ملازم همدیگه هستند در افغانستان. وضعیت فعلی نظام سیاسی در افغانستان یک وضعیت شکننده است و در چنین فضایی وارد شدن طالبا به مذاکره به معنای امتیاز بیشتر و به معنای یک موقف وزنی‌تر در مذاکرات صلح است. خواسته بعدی طالبان فکر می‌کنید بعد از گذشت این هفت روز چه خواهد بود؟ طالبان با توجه به اینکه نتایج انتخابات اعلام شده دچار بی‌اعتمادی نسبت به آمریکایی‌ها شدند، انتظارشان این بود که یک ساختار نیم‌بند بدون به نتیجه رسیدن انتخابات در افغانستان وجود داشته باشد. در اعلامیه اولیه‌شان در واکنش به نتیجه انتخابات شاهد بودیم. آنچه که هنوز تا حالا اتفاق افتاده مباحث نقطه‌ای بوده، مباحثی بوده که با آمریکایی‌ها مطرح شده. بحث منافع و بحث موازی حکومت افغانستان تا کنون مطرح نشده. شاید مهمترین عنوانی که باید مذاکره شود بحث ساختار حکومت هست و در قالب ساختار میشه همه نگرانی ها را بهش پاسخ داد که ساختار واقعا نظام اسلامی اماراتی یا شبیه به اوست که طالبان میخواین یا نظام جمهوریت است که دولت و اپوزیسیونش میخواین. مهمترین بحث او بوده آتش بس یا کاهش خشونت موازی نقطه است و نه منافعی که باید در اصل مذاکرات عنوان شوند. شجاع حسین محسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل، متشکرم از شما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در ایران به 4 نفر رسید. شمار تایید شده مبتلایان به 18 نفر. توافقنامه صلح طالبان با آمریکا هفته آینده امضا می شود. قرار است هفته کاهش خشونت طالبان از نیمه شب امشب به وقت محلی آغاز شود. کارگروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF ایران را رسماً به لیست سیاهش بازگرداند. این نهاد که برای ارزیابی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده در پایان نشست دوره‌ای‌اش در پاریس اعلام کرد به دلیل خودداری ایران از پیوستن به 2 کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با این دو موضوع، این کشور را در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار می‌دهد. بهرنگ تاجرین همکارم در پاریس با ماست. بهرنگ، تأثیر قرار گرفتن ایران در این لیست سیاه چیه؟ ببین ناجیه، FATF ایران رو به دلیل نپیوستن به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به لیست سیاهش برگردون و در بیانیه سازمان هم به طور خاص به این موضوع اشاره شده بود که FATF بارها از سال 2016 از زمان در واقع توافق هسته‌ای ایران در 3.5 سال گذشته بارها و بارها به ایران مهلت داده بود که به این دو تا کنوانسیون بین المللی بپیونده، ولی در نهایت با وجود تصویب لوایح پیشنهادی دولت در مجلس، این لوایح در شورای نگهبان رد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بیشتر از 1 سالی که در موردشون اظهار نظر نکرده و در نهایت FATF تصمیم گرفت که در واقع بگه امیدشو از دست داده. حالا مسئله اینه که با ورود ایران به لیست سیاه FATF 2 تا اتفاق مهم میفته. از نظر اقتصادی دسترسی ایران به شبکه بانکی بین المللی سخت تر از اونی که هست، اونی که تا الان بوده میشه. ببین، تحریم های
آمریکا، تحریم‌های ثانویه آمریکا دسترسی ایران به بانک‌های لندن و پاریس و فرانکفورت رو قطع کرده بود، ولی حالا با رفتن به لیست سیاه ممکنه بانک‌های چین و روسیه و کشورهای نظیر این هم در واقع خودداری بکنن از کار کردن با ایران، از کمک به واردات و صادرات ایران. مسئله دومش بحث سیاسی این داستانه. به نوعی یک راه دیگه دیپلماسی بین ایران و غرب بسته شده و شاید غرب به نوعی به این نتیجه رسیده که نمیشه امیدی داشت که از این راه مشکلات را حل کنه و با بسته شدن این راه یک همکاری دیگه تبدیل شده به یک مقابله دیگه که این چیزی نیست که دولت حسن روحانی دنبالش بود. چطور ایران میتونه راهی پیدا کنه که از این لیست سیاه خارج بشه؟ بیانیه FATF میگه که اگر ایران به اون دو تا کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو و CFT بپیونده که در شرایط فعلی یه خورده بعید به نظر میاد، حاضره که درباره اقدامات بعدی از جمله حداقل تعلیق ایران از لیست سیاه در واقع تصمیم گیری کنه و بررسی کنه. هیچ تضمینی نداده FATF، برای اینکه هیچ وقت هیچ تضمینی نمیداد، قبلش هم نداده بود، ولی گفته که اگر ایران به این دو تا کنوانسیون بپیونده، FATF حاضره که دوباره ایران رو به نوعی از این اصطلاحاً لیست سیاه در بیاره و برگردونه به اون لیست خاکستری که یک مقداری دسترسی به شبکه بانکی بین المللی رو برای ایران راحت تر میکنه. متشکرم از تو بهرنگ تاجدین در پاریس. رأی‌گیری انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان در ایران از ساعاتی پیش آغاز شده. به گزارش وزارت کشور ایران، 55000 شعبه اخذ رأی در 208 حوزه انتخابی در سراسر کشور برای این انتخابات در نظر گرفته شده. مقامات حکومتی از مردم خواستند در رأی‌گیری شرکت کنند و آن را نشانه حمایت مردم از نظام و گامی برای رفع مشکلات کشور توصیف کردند. این در حالی است که شماری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات شدند. آیت الله علی خامنه‌ای در لحظات اول آغاز رأی‌گیری رأی خود را به صندوق سیار انداخت. وی امروز را جشن ملی توصیف کرد و گفت دادن رأی وظیفه شرعی است. مجید افشار نگاهی انداخته به وضعیت برگزاری انتخابات. تعداد نامزدهایی که در واقع ثبت نام کردند در این دوره انتخابات به شما کمتر از دوره‌های قبل نبوده. بیش از 16000 نفر ثبت نام کردند. اگه نگاهی بندازیم به استان تهران با هم دیگه، میبینیم که تهران که 35 کرسی داره در این انتخابات و عملاً 6 حوزه انتخابیه، بیشترین تعداد نامزد رو داره. حدود 4000 نفر در مرحله اول ثبت نام کردن. بعدتر که هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تعدادی رو رد صلاحیت کردن، تعداد نامزدها به حدود 1400 نفر رسید و در نهایت امروز اونطوری که رسانه‌های ایرانی دارن اعلام می‌کنن، حدود 1361 نامزد در تهران الان برای رأی دادن هستن. اما وقتی نگاه کنیم به تعداد رد صلاحیت‌ها، می‌بینیم بیش از 50% این کسانی که ثبت نام کردن رد صلاحیت شدن. از جمله نکات جالب امسال هم اتفاقا رد صلاحیت حدود 80 نماینده فعلی مجلس بود. این افرادی که می‌بینید همگی نماینده های فعلی مجلس از تهران هستند که رد صلاحیت شدن. از در واقع اصولگراها هم تعدادی بودن، بعدن بعضی از اونها تایید صلاحیت شدن. در بین رد صلاحیت شده ها همونطور که گفتم چهره‌های شاخصی هستن، از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم بود، در مجلس هشتم و نهم به عنوان اصولگرا شرکت کرد، در مجلس دهم در لیست امید قرار گرفت. اما خیلی ها خب کلا معتقدن که علی مطهری به کمپ اصولگراها نزدیک‌تر است. محمود صادقی دیگر نماینده هست، شاید بسیار پر سر و صدا بود توییت های او در طول این دوره. الیاس حضرتی نماینده دوره‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و دهم و از مؤسسین حزب همبستگی، او هم رد صلاحیت شده. طیبه سیاوشی یکی از معروف‌ترین در واقع نماینده‌های زن این دوره، جزو اون 17 زنی که در دوره دهم در مجلس دهم حضور داشتن، او نایب رئیس فراکسیون زنان بود. اول بعدتر گفت که نمی‌خواد نایب رئیس بمونه. طرح‌های زیادی رو به مجلس برد و ابزا هم گرفت، اما هیچ کدومشون تصویب نشدن. از جمله در مورد ازدواج کودکان نماینده دیگر زن تهران فاطمه سعیدی، او هم
رد صلاحیت شد و نماینده دیگه او البته عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران بود. غلامرضا حیدری هم یکی دیگه از نماینده هاست که رد صلاحیت شد و بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس که امروز پیشتر در خبرها اومده بود که رفته رأی داده و از او هم پرسیدن که آیا ناراحت هست از اینکه این رأی به او رو رد صلاحیت کردن یا نه، او گفته بود که نه به هر حال باری از او شما برداشته شده. اما در رسانه‌های دیگر هم رد صلاحیت‌های دیگه هست، از جمله مثلا نماینده اصولگرا نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس دهم که پیشتر گفته بود مجلس جای زنها نیست، مهرزا تابش نماینده اصلاح طلب اردکان که 5 دوره نماینده مجلس بود در مجلس دهم، آقای تابش نایب رئیس فراکسیون امید بود. اما بیشترین میزان رد صلاحیت رو وقتی ما بررسی کردیم می‌بینیم که در استان البرز هست، 3 کرسی داره، امسال 115 نامزد الان به عنوان کسانی که میشه انتخابشون کرد هستن. اما وقتی به تعداد کل ثبت نام شده ها مقایسه میکنیم میبینیم 71% کسانی که ثبت نام کردن رد صلاحیت شدن، از جمله 2 نماینده فعلی این استان، یعنی عزیز اکبریان و محمد جواد کلیوند، که آقای کلیوند نایب رئیس اول کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس بوده. اما در استانهای حاشیه کشور، استانهایی که نگاه بکنیم رد صلاحیت ها باز اونجا هم گسترده بوده، اینا استانهایی هستن که سهم کمتری از کرسی های مجلس دارن. در این حال هم نگاه امنیتی در اونجا حاکمه، مثلا در استان سیستان و بلوچستان که پیشتر هم نشون دادیم تنها حدود 30% نامزدهایی که ثبت نام کردن تایید صلاحیت شدن. استانهای دیگه مثل چهارمحال و بختیاری و کوهگیلویه و بویراحمد هم همین شرایط رو داشتن. و مثلا یکی دیگه از این استانها استان کردستان هست، اگه با هم نگاه بکنیم تعداد کرسی هاش 6 تا هست، تعداد نامزدهایی که الان حضور دارن 94. اونجا هم شرایط چندان خوبی نبوده در مورد رد صلاحیت ها، عرض میکنم به خصوص اینکه در این استان 51% ثبت نام شده ها رد صلاحیت شدن، از جمله یکی از نماینده های فعلی مجلس دهم منصور مرادی که از حوزه مریوان بود، اصولگرا بود، اما در این دوره اسمش در لیست رد صلاحیت شده ها بود. اما اگر برگردیم، امسال وزارت کشور اعلام کرده که به ازای هر کرسی مجلس به طور میانگین 24 نامزد وجود داره. در بعضی از استان‌ها مثل تهران می‌بینیم که به طور متوسط برای هر کرسی حدود 39 نامزد هست، ولی در شهرهای دیگه این عدد پایین‌تره، مثلا در کوهگیلویه و بویراحمد به طور میانگین برای هر کرسی تنها 7 نامزد هست. من در بخش بعدی خبری سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری بدم و فردا هم خب با نتایج انتخابات مجلس 11 باشم. مجید افشار بود. کوروش رحیم خانی مدرس علوم سیاسی دانشگاه ایالتی نیویورک اینجا در استودیو با ما هستن. آقای رحیم خانی، ایران بعد از انقلاب یک تاریخچه طولانی در برگزاری انتخابات داره و انتخابات به نظر میاد که یکی از اتفاقات خیلی مهم در این کشور هست. حتی در سال بعد از پیروزی انقلاب 5 تا انتخابات در یک سال برگزار شد. چرا اینقدر ایران انتخابات مهمه؟ خب شما نگاه بکنید، بعد از انقلاب ما ببینیم که یعنی خود سال اول انقلاب 5 تا انتخابات سراسری برگزار میشه و بنیان این اصلا این سیستم جدید با انتخابات شروع میشه. توی از سال 1357 تا الان هم ما به گفته خود مقامات کشور 37 تا انتخابات سراسری داشتیم. این نشون میده که این انتخابات، تکرار این انتخابات زیاده توی ایران و خیلی به نظر میرسه اهمیت داره. ولی وقتی ما این رو دقیق‌تر نگاه میکنیم میبینیم هی میزان رقابت توی این انتخابات ها کمتر میشه. شما از انتخابات های اول که رد بشین بعد میبینین که رقابت هی محدود و محدودتر میشه و الان توی انتخابات اخیر حتی جریان داخل نظام رو هم تحمل نمیشه. توی توی اندازه‌گیری نظام‌های سیاسی که چه نظامی دموکراتیک هست چه نیست، مسئله اصلی رقابته. وقتی رقابت وجود نداشته باشه به نظر میرسه یک طرف فقط روی برگه آرا قرار میگیره، یعنی یک سویه میشه که تایید وضعیت موجوده، یعنی به عملا به نمایش تبدیل میشه چون رقابت توش وجود نداره. و این اگر بگیم که این یک دستی داره همینطور در هر انتخاباتی که داره در ایران ایجاد میشه بیشتر به چشم میخوره، این چقدر تاثیر میگذاره در میزان مشارکت؟ برای اینکه میبینیم به همین موازات
مسئولانی که دستن در کار برگزاری انتخابات هستن تاکید بیشتری بر مشارکت مردم میکنند. خب نگاه کنین، مشارکت بستگی به عوامل متفاوتی داره. ما شهرهای کوچیکی داریم که میزان واجدان شرایط رأیشون کمه. شما مثلا در نظر بگیرین ورزخان توی استان آذربایجان شرقی توی انتخابات قبلی بر اساس اون چیزی که خود مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن بیش از 40% مردم رأی دادن، یعنی چیزی بیشتر از واجدین شرایط. توی شهرهای کوچیک رقابت، یعنی این میزان مشارکت ها بالاست، ولی شما شهرهای بزرگ رو که ببینین این کاهش پیدا میکنه و عملا شما ببینین ما هرچی این کمتر رقابت در عرصه سیاسی سراسری کم بشه، به نظرم میزان مشارکت رو تحت تاثیر قرار میده. شما تفاوت مجلس نهم رو با مجلس دهم در میزان مشارکت مردم توی آرا میتونین ببینین. متشکرم از شما کوروش رحیم، سیاسی دانشگاه ایالتی نیویورک، اینجا در استودیو. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.